این روزا حرف در مورد نسودن پاداش بیت کوین خیلی زیاده و باعث شده که فعالان این گروه بحث بکنن و هر کدوم نظرات خودش رو داشته باشن. یه سری بر این باورن که بیت کوین ها دیگه ماین شدن و دیگه این سند ارزشی نداره، بهتره سریعتر از این بازار خارج بشیم. یه سری دیگه برعکس این اتفاق رو به عنوان یه فرصت میبینن. این وسط یه سری حرفای درست و غلط هم با هم قاطی شده، یه سری تئوریای عجیب غریب به وجود اومده و باعث شده که اکثر آدما رو گیج بکنه و نتونن تصمیم درست رو بگیرن. اما واقعا حق با کدوم گروهه؟ آیا واقعا بیت کوین ها دارن تموم میشن و این صنعت دیگه ارزش فعالیت نداره، یا برعکس باید به چشم یه فرصت به این صنعت نگاه کنیم؟ من تو این ویدیو این موضوع رو با شما در میون خواهم گذاشت. سلام، من بابک کاویانی هستم و تو این ویدیو میخوام این موارد رو به طور کامل اما به زبون ساده و بدون هیچ گونه پیچیدگی با شما در میون بذارم. قبل از اون اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردین، لطفاً برای حمایت از ما این کار رو بکنید و لطفاً لایک این ویدیو فراموش نشه. داستان بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، سال 2009 شروع شد. با پیدایش این ارز قوانینی هم با خودش وارد بازار شد که به نوبه خودشون خیلی مهم هستن. اولین و مهمترین قانون شبکه بیت کوین اینه که ما فقط 21 میلیون بیت کوین خواهیم داشت، نه بیشتر نه کمتر. اولین بیت کوین سال 2009 وارد بازار شد و آخرین بیت کوین سال 2140 وارد بازار خواهد شد. اینجا حالا یه سوال مطرح میشه که اصلا بیت کوین ها چجوری به وجود دارن؟ شما یه بازه زمانی کوتاه مثلا 10 دقیقه رو در نظر بگیرید و توی این بازه زمانی مقدار بیت کوین بین افراد مختلف در حال جابجا شدن هستش. کلیه این تراکنش ها رو داخل یک سند ذخیره میکنن که اصطلاحاً به اون سند بلاک گفته میشه و اولین کسی که بتونه یک سند یا همون بلاک رو به طور کامل محاسباتش رو انجام بده و درست البته، بهش پاداش بیت کوین داده میشه. پس بیت کوین به کسانی داده میشه که این بلاک ها رو حل میکنن. حالا اینجا باید بدونیم که کیا این بلاک ها رو حل میکنن. خب بلاک ها توسط ماینر ها حل میشن. یک ماینر خودش به تنهایی یا با کمک ماینرهای دیگه توی یه محیط مجازی به اسم استخر جمع میشن، قدرت محاسباتیشون رو میبرن بالا و سعی میکنن که جزء اون اولین نفری باشن که این محاسبات رو به طور صحیح و کامل انجام میدن و این پاداش رو بگیرن. خب میزان پاداش چقدر هستش؟ میزان پاداش طبق قوانین بیت کوین تو سال اول به ازای حل هر بلاک 50 بیت کوین، یعنی هر بلاکی که حل میشد به درستی 50 بیت کوین پاداش داده میشد. این شرایط خوب همیشه نموند و طبق یکی دیگه از قوانین شبکه بعد از 4 سال باید این پاداش نصف بشه. به این نصف شدن پاداش هویم گفته میشه که به این حالت نوشته میشه ولی اون ال تقریبا خونده نمیشه. این نصف شدن پاداش هم فقط مختص شبکه بیت کوین نیست، یه سری دیگه ارزها هم این نصف شدن پاداش رو دارن که خارج از بحث این موضوع هست. خب طبق این قانونی که گفتم 4 سال بعد از اولین بیت کوین که اوایل سال 2009 بود باید پاداش نصف بشه، یعنی 50 بیت کوین رسید به 25 بیت کوین پاداش برای حل هر بلاک. 4 سال بعدش یعنی سال 2016 دوباره یه نصف شدن پاداش داشتیم، نصف شد، 25 تا تبدیل شد به 12.5 بیت کوین. 4 سال بعدش 2020 دوباره نصف شد، 12.5 شد، 6.25. امسال هم تقریبا 20 آپریل 2024 که میشه اوایل اردیبهشت ما، این اتفاق مجددا میفته و پاداش هر بلاک میشه 3.125 هزار. خب یه بار بیایم این موضوع رو با هم جمع‌بندی بکنیم. همونطوری که گفتم سال 2009 پاداش حل هر بلاک 50 بیت کوین بود. 4 سال بعدش 50 تا تبدیل شد به 25 تا سال 2012. سال 2016 25 تا شد 12.5. سال 2020 12.5 شد 6.25. و سال 2024 که امسال هست تقریبا همطور که گفتم 20 آپریل هست این تاریخ،
تبدیل میشه به 3.125 هزار. حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه که اولا چرا من میگم تقریبا 20 آوریل، چرا تاریخ دقیقی اعلام نمی کنیم، مگه 4 سال نیست؟ و موضوع دوم اینه که آیا ما میتونیم به هر شکلی بیت کوین های دوره بعد رو ماین کنیم یا به نوعی کاری بکنیم که تا الان وقت هست بیت کوین های بیشتری به دست بیاریم؟ قبل از اینکه جواب اینو بدم، بریم یکی دیگه از قوانین شبکه بیت کوین رو با هم بررسی کنیم. همونطور که گفتم، باید هر 4 سال یک بار پاداش ها نصف بشه. به طور کاملتر بخوام این موضوع رو توضیح بدم، به ازای حل 210 هزار بلاک باید پاداش نصف بشه. یعنی توی 4 سال 210 هزار بلاک ماین میشه و بلاک بعدی پاداشش نصف میشه. خب ما بخوایم یه آمار دقیق‌تری داشته باشیم، 210 هزار تا ما گفتیم که بلاک باید حل بشه، از یه طرف هم گفتیم 4 سال رو ضرب در 365 میکنیم که تبدیل به روز بشه، جواب رو ضرب در 24 میکنیم که تبدیل به ساعت بشه و ضرب در 60 میکنیم که تبدیل به دقیقه بشه. حاصل رو تقسیم بر 210 هزار بلاکمون میکنیم، تقریبا پاداش هر بلاک هر 10 دقیقه یک بار پرداخت میشه. پس این پاداش به طور کلی 10 دقیقه یک بار پرداخت میشه. حالا برگردیم به جواب سوالمون. اگر ما ماینر بیشتر بخریم یا قدرت شبکه‌مون رو ببریم بالاتر، طبیعتاً سرعت پردازشمون هم میره بالاتر و سهم بیشتری هم خواهیم داشت. اما از طرفی اگر این قانون 10 دقیقه نقض بشه، شبکه یک پدیده‌ای داره به اسم سختی شبکه یا دیفیکالتی. کار سختی شبکه دقیقا مثل ترمز میمونه. جایی که قدرت ماینرها زیاد میشه مثل ترمز عمل میکنه، قدرت اونا رو به نسبت میاره پایین که سرعت از این 10 دقیقه کمتر نشه. و برعکس، اگر سختی شبکه منفی بشه، یعنی اینکه قدرت ماینرها توی شبکه کم شده. به طور مثال چند سال پیش توی چین یک سیل اومده بود و یک سری از این فارم ها تعطیل شده بود و قدرت شبکه کم شده بود. در این صورت در واقع سختیمون منفی میشه تا شبکه بتونه سریعتر بلاک رو حل بکنه. به طور کلی این 10 دقیقه باید اعمال بشه. سختی اولا اینم بگم که هر 2 هفته یک بار تنظیم میشه و چون این 10 دقیقه ما یک بار ممکنه بشه 9 دقیقه، یک بار ممکنه بشه 11 دقیقه و این عدد دقیقی نمیتونه باشه، برای همین از حالا نمیشه روز دقیق رو مشخص کرد. البته همون 20، 21 یا 19 آوریل مورد انتظار همه هست، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته این وسط. و از طرفی هم چون ما 210 هزار بلاک گفتیم داریم، نمیتونیم بلاک های دوره بعد رو از حالا ماین کنیم و اگر ماینرهای بیشتری خریداری بکنیم، فقط سهممون رو از بازار بیشتر کردیم و از طرفی هم خب سختی به نوعی میره بالاتر. خب بیایم یه بار بحث رو تا اینجا مرور کنیم با هم. از ژانویه 2009 پاداش حل هر بلاک 50 بیت کوین بود. این روند به مدت 4 سال ادامه پیدا کرد و از نوامبر 2012 این 50 تا رسید به 25 تا. دوباره 4 سال بعد یعنی جولای 2016 25 تا شد 12.5، می 2020 12.5 شد 6.25 و آپریل 2024 قراره بشه 3.125 هزار. نصف شدن پاداش بعدی هم ماهش از حالا مشخص نیست، سال 2028 که میشه 1.5625. همونطور که گفتم ما فقط 21 میلیون بیت کوین خواهیم داشت و همون 210 هزار بلاک رو که گفتم، 210 هزار تا بلاک 50 بیت کوینی پاداش داده شد، یعنی تو 4 سال اول 10 میلیون و 500 هزار بیت کوین پاداش داده شد. خب اگر بیایم با همون 21 میلیون مقایسه بکنیم، میبینیم که دقیقاً نیمی از بیت کوین های شبکه بیت کوین تو 4 سال اول وارد بازار شد. تو 4 سال دوم پاداش 25 تا شد و مجموعاً 5 میلیون و 250 هزار بیت کوین وارد بازار شد. 4 سال سوم 2 میلیون و 625 هزار تا و 4 سال چهارم هم 1 میلیون و 312 هزار و 500 تا. تو این دوره‌ای که واردش خواهیم شد
جمعاً 625250 بیت کوین وارد بازار میشه، یعنی کمتر از 1,000,000. خب این جدول رو هم با هم بررسی بکنیم. دوره چهارم نصف شدن پاداش ها که آپریل 2024 هست 3.125 میشه، دوره پنجم 2028، دوره ششم 2032 و دوره سیزدهم 2060 خواهد بود. البته این روند ادامه پیدا میکنه. همینطور که میبینید از دوره ششم که سال 2032 اتفاق میفته، پاداش بلاک ها به زیر 1 بیت کوین میرسه و از اون به بعد انقدر کم میشه که باعث نگرانی خیلی ها شده و همین یکی از دلایلی هستش که میگن که این صنعت دیگه فایده ای نداره. تا الان حدود 19,600,000 بیت کوین از اون 21,000,000 بیت کوینی که قراره وارد بازار بشه وارد بازار شده و فقط 1,400,000 تا حدوداً مونده که وارد بازار بشه. خب تا اینجای قضیه حرف گروه اول کاملا درسته. الان باید نگران بشیم، بیت کوین ها دارن تموم میشن و این یک زنگ خطر بزرگ است. اما گروه دوم چی فکر؟ چرا اونا از این موضوع دارن به عنوان یه فرصت نگاه میکنن؟ از اینجای ویدیو رو یکم با دقت بیشتری دنبال بکنید تا نظریه اون گروه رو هم با هم بررسی بکنیم و در نهایت شما بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. خب بیاین این جدول رو با هم بررسی بکنیم. جدول خیلی خوبی هستش. 28 نوامبر 2012 یعنی 4 سال بعد از عمر بیت کوین و زمانی که پاداش ها قرار بود نصف بشن، قیمت یک بیت کوین 12.3 دلار بود. یعنی شما با 12 دلار میتونستید یک بیت کوین تو سال 2012 خریداری بکنید. توی 9 جولای 2016، 4 سال بعد، یعنی روزی که برای بار دوم پاداش های بیت کوین قرار بود نصف بشه، قیمت بیت کوین 680 دلار بود. همین دو روز رو با اختلاف 4 سال بخوایم با هم مقایسه کنیم، میبینیم در عرض 4 سال 12 دلار رسیده به 680 دلار. میریم به 11 می سال 2020، یعنی روزی که برای بار سوم این پاداش ها نصف شدن، قیمت بیت کوین توی این روز 8590 دلار بوده. اگر این سه تاریخ رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که کاملا به صورت جهشی داره قیمت بیت کوین میره بالا. 12 دلار رسیده 680 دلار و 680 دلار رسیده 8590 دلار. آپریل 2024 که هنوز نرسیده، برای همین ما قیمت اون روز رو از حالا نمیدونیم، ولی اگر با توجه به چیزی که الان هست بخوایم ببینیم که هولوش 42,000 دلار داره نوسان میکنه، خب همین ما 42,000 دلار هم در نظر بگیریم، میبینیم 8590 رسیده به 42,000. و این نشون میده که ما همیشه جهش بیت کوین رو داریم و علارغم اینکه قیمت‌ها بسیار داره بالا پایین میشه و بازی میکنه، روند کلی صعودی هستش. خب بیایم به این نمودار نگاه کنیم. تو این نمودار ما 4 بازه داریم که پاداش‌ها نصف شدن که به صورت هاوینگ 1 و 2 و 3 و 4 نمایش داده شده و اون خطوط مشکی که داخل رنگین کمان هست بازه های تغییر قیمت بیت کوین. همونطور که گفتم میبینیم که خیلی زیاد این قیمت ها داره بالا پایین میشه، اما چیزی که خیلی مهم از این جدول ها بدونیم اینه که قیمت بیت کوین مدام در حال افزایش هستش. خب بریم سراغ یه جدول دیگه. تو این جدول به ما نشون میده که از سال 2012 تا سال 2016، یعنی تو 4 ساله دوم عمر بیت کوین، کمترین قیمت 12.4 دلار بوده که مربوط میشه به دسامبر 2012 و بیشترین قیمت 1170 دلار بوده که میشه نوامبر 2013. توی 4 سال سوم عمر بیت کوین، یعنی 2016 تا می 2020، کمترین قیمت 535 دلار بوده و بیشترین قیمت 19400. و برای دوره سوم نصف شدن پاداش های بیت کوین از می 2020 تا آپریل 2024 تا الان که آمارها رو داریم، حداقل قیمت 8590 دلار بوده که می 2020 بوده و بیشترین قیمت نوامبر 2021 بوده که شده 67450 دلار. خب ما بیایم این اعداد رو نگاه بکنیم، چه تو حداقل ها و چه تو حد اکثر ها قیمت بیت کوین جهشی بوده
و یه نکته خیلی جالب هم که هست، معمولاً سال بعد از نصف شدن پاداش بیت کوین ها و اواخر سال که ماهای نوامبر و دسامبر میشه، اوج قیمت بیت کوین بوده. که اگر ما الان آپریل 2024 پاداشمون نصف میشه، سال بعد آخرش این نوامبر و دسامبر 2025، با توجه به این الگو میتونیم یه انتظاری داشته باشیم که شاید تو اون بازه زمانی ما مجدداً بیشترین قیمت ها رو ببینیم. پس این قسمت رو گوشه ذهنتون داشته باشید. تحلیل ها البته خیلی مهم هستن، باید تحلیل های بیشتری انجام بشه، ولی با توجه به این الگو ما شاید بتونیم سود خوبی رو در اون تاریخ به دست بیاریم. توی سال 2012 که در واقع اولین دوره نصف شدن پاداش ها بود، همونطوری که گفتم 12.35 دلار قیمت بیت کوین تو روز نصف شدن پاداش ها بود. 150 روز بعد، یعنی 150 روز بعد از اینکه پاداش ها نصف شد، قیمت بیت کوین شد 127 دلار. یعنی 12.35 رسید به 127 دلار و 365 روز بعد، یعنی یک سال بعد، قیمت بیت کوین بالای 1000 دلار رفت. تو دوره دوم نصف شدن پاداش ها 650 دلار روز نصف شدن پاداش ها قیمت بود و 150 روز بعد رسید به 758 دلار و یک سال بعد رسید به 2518 دلار. و سال 2020 که برای بار سوم پاداش ها نصف شد، روز نصف شدن 8821 دلار بوده، بعد از 150 روز رسیده به 10943 دلار و بعد از یک سال رسیده 55986 دلار. خب این جدول رو هم بخوایم با هم بررسی بکنیم، اگر ما بخوایم بازه زمانی 150 روزه رو ببینیم، باز افزایش قیمت داشتیم، ولی افزایش قیمت ها به جز دوره اول خیلی زیاد نبوده، یعنی نمیتونیم بگیم که یه حالت جهشی پیدا کرده. اما تو هر سه دوره بعد از یک سال بعد از نصف شدن پاداش ها قیمت ها جهش پیدا کردن. پس این هم میتونه یه الگوی خیلی خوب دیگه ای باشه که ما اگر به آپریل سال 2025 برسیم، احتمال اینکه یک جهش قیمت داشته باشیم بسیار بسیار زیاده. حالا شما با نظرات این دو گروه مهم آشنا شدید و کاملا میدونید که اونا چی فکر میکنن. با توجه به این موضوع الان وقتشه که شما بررسی خودتون رو انجام بدید. این موضوع رو هم اضافه بکنم که درآمد ماینرها در آینده صرفا به خاطر پاداش نخواهد بود و کارمزدهای اونا هم جزء درآمد ماینرها خواهد بود. اگر با کیفای پول کار کرده باشید، جدای یه سری از کیفای پول که مربوط به صرافی ها هستن و بحث امنیتی دارن و حالا خیلی هم توصیه نمیشن، کیفای پول هایی که وابسته به شبکه بیت کوین هستن به ازای نقل و انتقالات شامل کارمزد میشن. این کارمزد برخلاف باور اکثریت کارمزد کیف پول نیست، کارمزد شبکه بیت کوین، یعنی ماینرها این کارمزد رو میگیرن بابت محاسبات. در آینده به جز پاداش ها، البته تا زمانی که پاداش باشه و زمانی که پاداش ها از بین بره، درآمد ماینر ها بر اساس در واقع این کارمزدها خواهد بود و این هم باز نقطه عطفی بر شبکه بیت کوین و فعالان این زمینه. الان هم دیگه نوبت شماست که با مجموعه این اطلاعات تصمیم خودتون رو بگیرید و ببینید که چه انتخابی برای شما بهترین هست. ولی باز هم یادآوری میکنم و تاکید میکنم اینطور کارها ریسک های خودش رو داره و هیچ چیزی 100% نیست. الان فقط با اطلاعات موجود و با توجه به الگوهایی که تا الان بوده ما تونستیم این موضوع رو بررسی کنیم و در آینده چه اتفاقی میفته متاسفانه کسی نمیدونه و البته هم ممکنه خوشبختانه کسی نمیدونه که اینو جواب اینا رو گذر زمان داره. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم تونسته باشم تا اطلاعات خوبی رو با شما در میون بذارم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما ممنونم. لطفاً لایک این ویدیو رو اگر نکردید فراموش نکنید و اگر همچنان عضو این کانال نیستید این کانال رو سابسکرایب بکنید. ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.